یهود روابط دیرین. نگاهی به تاریخ روابط 2500 ساله یهودیان و ایران زمین. گفتگو با پروفسور امنون نتسر. پروفسور امنون نتسر، با سپاس فراوان و تشکر دوباره، شما در گفتارهای پیشین درباره یک رشته از علایق و روابطی که بین دو قوم یهود و ایران از دوران باستان وجود داره اشاره کردید. منشور کوروش کبیر درباره آزادی حقوق بشر، تومار استر در کتاب مقدس یهود، و امروز می‌خواهیم که درباره دو کتاب دیگر که از کتب مورد تقدس یهودیان محسوب میشه سخن بگویید، کتاب‌های عزرا و نهمیا در کتاب مقدس یهود و ارتباطی که این دو کتاب با ایران و ایرانیان داره. درسته، دو کتاب در میان 24 اسفار کتاب مقدس وجود داره به نام عزرا و نهمیا. این دو کتاب البته ارتباط داره با همین دو شخصیت که نام این دو شخصیت بر این دو کتابه. عزرا یک شخصیت مذهبی است، نهمیا یک شخصیت سیاسی و اداری. اینها هر دو در واقع کم و بیش 100 سالی پس از کوروش دست به تلاش گذاشتن برای ساختمان معبد دوم. بله، بر اینکه یک سابقه تاریخی داده بشه به شنوندگان ما، بفرمید که اینها دقیقاً در چه دوره زندگی میکردن و کجا زندگی میکردن. اولا اگر از نهمیا صحبت بکنیم، نهمیا مستقیماً در دربار سلطنتی هخامنشی ها، احتمالاً اردشیر اول در ایران. در ایران عزرا ارتباط مستقیمی با سرزمین ایران نداشت، ولی او در بابل بود و از بابل تعداد زیادی از یهودیان اونجا رو با خودش آورد به سرزمین اسرائیل، به ویژه به شهر اورشلیم. اون چی که جالب در مورد این دو فرد، دشواری هایی است که این دو با اون روبرو شدند برای احداث و یا ترمیم معبد دوم. یعنی در واقع نهمیا اجرا کننده فرمان کوروش بزرگ بود برای تجدید بنای خانه مقدس یهود؟ درسته، ولی این را فراموش نکنیم که نهمیا دقیقاً در دوره کوروش زندگی نمی کرد. بله. یعنی پس از اون بود. چون اشکالات زیادی به وجود اومد. فراموش نکنیم که انسان‌ها هر جا باشند مقداری از خصائل انسانی خودشون رو با خودشون می‌برند. ما گاهی فکر می‌کنیم که مردم قدیم هر کدومش یه آدم مقدسی بودن، در صورتی که اینطور نیست. واقعاً همونطور که امروز در بعضی جاها، شاید هم در کشور اسرائیل، مهاجرین قدیم به یه صورت دیگری به مهاجرین تازه وارد نگاه می‌کنند، فراموش نکنیم که در اون دوره هم بختالنصر همه یهودی‌ها را از اورشلیم و اطراف اون به اسارت نبرد به بابل. یه عده‌ای باقی موندن در اونجا. اونا که باقی موندن در واقع شروع کردن به کار و زندگی و زحمت و ارتزاق روزانه خودشون. اینها یهو متوجه شدن که بعد از 50 سال یه عده‌ای دارن میان به شهر اورشلیم. کجا باید بیان؟ یا باید بیان خونه زندگی خودشون؟ شاید یه عده‌ای واقعا 50 سال پیش یه جایی خونه ساختن، خونه گرفته شده توسط یکی دیگه. یعنی با یه دشواری‌های زیادی روبرو شدند و جلوی تازه واردین را یه تعدادی از افرادی که ساکن همیشگی اونجا بودن گرفتن. این اشکالات باعث این شد که شکایت‌هایی شد به دربار سلطنتی، خصوصا دوره اردشیر اول. و یعنی یهودیان اورشلیم شکایت بردن به دربار ایران. یهودیان اورشلیم، حتی
اونایی که تازه وارد بودن، یعنی اونایی که از بابل اومدن بنا به فرمان کوروش، و حتی اونایی که واقعا اونجا همیشه مقیم بودن، هر کدوم به یک علتی شکایت می‌بردن به دربار هخامنشی‌ها. یعنی بازگشتگان از تبعید سلطنت ایران رو قیم و سرپرست و ولی خودشون در واقع در اون دوره تنها قیم، تنها حاکم، تنها مدافع حقوق یهودیان کشور هخامنشی بود، یعنی هیچ کشور دیگری نبود. حکومت ایران زمین، حکومت ایران زمین. خوشبختانه این مدافعت همیشه برقرار بود، حتی سالیان درازی. واقعا در میان امپراتورهای زیادی که به این سرزمین فلسطین یا سرزمین اسرائیل، شام و بابل، مقداری از ایران زمین آمدند و رفتند، سلسله های ایرانی نسبت به یهودی ها روش شیوه بسیار دوستانه ای داشتند، که البته این ما رو میرسونه به یک سلسله دیگر، به سلسله اشکانیان. کسانی که مایل باشن واقعا کتاب عزرا و نخمیا را بخونند، چیزهایی که قابل توجه است برای این برنامه رادیویی اینه که اون اعلامیه کوروش بنا به عقیده پاره از پژوهندگان احتمالاً خود اصل اعلامیه است، چون به زبان آرامی نوشته شده و در اونجا یهودی‌ها بیشتر به آرامی تکلم می‌کردند. یعنی اون چه که در کتاب عزرا، کتاب عزرا اومده، احتمالاً همون اعلامیه اصله، متن اوریجیناله. بله، در واقع اصلی. بله، که متن اصلی است که در اونجا اومده. یه موضوع دیگری که در ارتباط با کتاب عزرا برای ما جالبه، اومدن دقیق شمار یهودی هاست. فکر میکنم 47,000 خورده ای، من دقیقا تا نفر آخرش نمیدونم، ولی مضاف بر اینها تعدادی هم اومدن که عزرا اونها رو به عنوان موزیسین ها و مطرب ها و مغنی ها نام برده که احتمالا یهودی نبودند و ارتباطی داشتن با همون بازگشتگان. اینها هم در حدود 2,000-3,000 نفر بودن که اومدن. میخوام برگردم به منشور حقوق بشر کوروش کبیر. شما میگید که در کتاب عزرا این متن آمده، اعلامیه آزادی بخش در ارتباط با یهودیان. بله، ولی این منشوری که پیدا شده اون... آیا نه اون... بله؟ اون ارتباطی با این نداره، اون دو چیز کاملا مختلف. بله، اون منشور در یکی از سفاری ها پیدا شده، اون ارتباط داره با بسیاری از موضوعهایی که بستگی داره به فتح نه تنها بابل بلکه سایر کشورها و سایر قبایل، عشایر، مردم هایی که ایرانی نیستند. در اونجا واقعا آزادی به اینها داده شده. آزادی یکی از آزادی های مهم اون دوره، اون دوره که روزنامه نویسی و رادیو و تلویزیون چیزی که نبوده، در اون موقع چیزی که خیلی مهم بوده در واقع پرستش خدایان بود، پرستش انواع و اقسام بت‌ها و اصنام بود که مردم علاقه قلبی داشتن، یعنی وجودشون بستگی داشت به اینجور چیزها. در اون دوره کوروش اینا را آزاد گذاشت. کوروش نیومد بینا گفت که شما باید حتما اون خدایی که من میپرستم شما باید بپرستید، نگفت همتون آزادید. کمان که همین کارم در مصر انجام دادند و در جای دیگه. بله، یعنی در واقع شما از دو منشور کوروش سخن میگویید. یکی منشور، من میذارم اعلامیه و یکی میذارم منشور. بله، یکیش منشور آزادی ملت ها و اقوام، اون سیلیندری است که در بعضی از کتاب ها عکسش میبینید. بله، اون منشور آزادی بشره. بله، و دوم فرمان بازسازی خانه مقدس یهودیان. درست، خانه مقدس یهودیانه که در سال 538 قبل از میلاد کوروش این اعلامیه را صادر کرد و اون بود که باعث آزادی ملت ما شد. و اگر واقعا چنین اعلامیه‌ای از سوی کوروش کبیر صادر نمی‌شد، امکان داشت که واقعا ملت ما یک مسیر دیگری را در تاریخ طی می‌کرد. و این منشور و این فرمان کوروش کبیر در کتاب عزرا آمده؟ منشور نیامده، فقط اعلامیه اومده. اعلامیه، بله، در کتاب عزرا. کتاب عزرا آمده که چه میگوید؟ که میگوید شما یهودی ها، هر کسی که خدایش با او از خدای اسرائیل یهوه، میتواند
تمام ابزار و آلاتی که از معبد مقدس گرفته شده و آورده شده اونجا با خودش ببره در شهر اورشلیم که شهر خداست و اون شهر را از نو بنا کنه. و این کافی بود برای ملت ما که بلند شه، دست زن و بچه را بگیرند و با آلات و ظروفی که واقعا برای اینا مقدس بود، شاید هم از نظر اقتصادی هم از نظر مذهبی برای اونها حائز اهمیت بود، بلند شند برگردند به کشور خودشون، سرزمین خودشون، سرزمین اجداد، سرزمینی که همه معتقدند مال ابراهیم، اسحاق و یعقوب و احفاد و سلاله اونهاست. و این به اوج روابط و ارتباط بین دو قوم باستانی هست. بفرمید با شناختی که شما از یهودیت و دین یهود و جامعه یهودیان سراسر جهان و تاریخ یهود دارید، یهود از این اقدام کوروش کبیر چطور قدردانی کرده؟ حقیقت این است که اولا در تلمود، تقریبا در سراسر رساله های تلمودی که شامل میشنا و گماراست، همیشه تمجید و ستایش شده از کوروش. اینقدر این تمجید برای ملت یهود حائز اهمیتی که همونطور که در یکی از صحبت‌های قبلی هم گفتم، فکر می‌کردند که اولا کوروش باید مسیح خدا باشه، کما اینکه اشعیا در کتاب خودش در باب 45 آیات اول تا 7 در این مورد اشاراتی می‌کنه. و گذشته از اون گمان می بردن که یک بازی حروفی شده در اسم کوروش با کاف و ره و شین، برگردوندندش، کردندش کاف و شین و ره به عنوان کاشر، یعنی واقعا خداوند شخصی رو که برای ما فرستاده شخصی است شایسته، شخصی است که بایسته است، شخصی است که مورد قبول خداوند بوده. یه شخص به قول یهودی ها، امروز بسیار از مسلمانان هم این کلمه رو میدونن، شخص کاملا کاشر اومده و چنین اقدامی کرده برای نجات ملت یهود. و کوروش را همیشه به عنوان ناجی و منجی ملت یهود میشناسن، کما اینکه در فاصله چند قدمی از همین ساختمان رادیو شما یک خیابانی است به نام خیابان کوروش که گویا از همون اوائل احداث شهر تازه اورشلیم این خیابان به نام او بوده و همینطور در شهرهای دیگر هم به نام کوروش است. شما هم چیز میدونید که ما ایرانی های خونه هم ساختیم در تل اویو به نام خانه کوروش و در ایران روزنامه بوده، اینجا در تل اویو روزنامه بوده به نام کوروش. یعنی کوروش همیشه با ما هست. و برای تکمیل این جریان باید بگوییم که شما نخستین فردی بودید که پیشنهاد کردید مجسمه بزرگ کوروش کبیر، درسته، مجسمه کوروش کبیر ساخته بشه. پیشنهاد من این بود که در دالان ورودی بندر حیفا در داخل آبهای مدیترانه مجسمه بزرگ، تقریبا هم اندازه و هم پایه مجسمه آزادی که در آمریکا در اقیانوس اطلس در کنار شهر نیویورک می‌بینیم، که با دست خودش دراز کرده و بازگشتگان یهود را از هر جای دنیا که هستند استقبال می‌کنه به کشور اسرائیل. بله، تصور می‌کنیم که این شایسته‌ترین پیشنهاد برای ابراز سپاس ملت یهود نسبت به کوروش کبیر باشه. و موقعی که ما این خبر رو پخش کردیم، بسیاری از شنوندگان رادیو اسرائیل ازش استقبال کردن و حتی افرادی بودن که ابراز آمادگی کردن اگر بودجه‌ای لازم داره اونها کمکی رو. خوشبختانه استقبال زیادی شده، به من تلفن‌های زیادی شد، نامه‌های زیادی فرستاده شد. امیدوارم که این تئوری خوب، این نظریه به زودی جامعه عمل بپوشه. بله، در دو دقیقه که باقی مونده برمیگردیم به کتاب نهمیا. بفرمایید. کتاب نهمیا بیشتر جنبه‌های اداری داره، در واقع بیشتر جنبه‌های اداری داره، جنبه‌هایی داره که با ساختمان معبد دوم ارتباط داره. در اونجا هم اونجاست که در واقع ما به پاره‌ای از شکایات و شکوه‌ها برمی‌خوریم در مورد اون عده‌ای که مقیم اونجا بودن، اون عده‌ای که بازگشتن. گفتم یه چیز خیلی طبیعی است بین انسان‌ها، یک تصادم‌های
خصلتی و سلیقه‌ای بود. ولی همش صحبت میکنی درباره تاریخ ایران و رابطه با تاریخ ایران. مسلم خود نخمیای وزیری بوده در دربار، یک سمت بسیار مهمی داشته، گرچه در دربار سلطنتی در دربار سلطنتی ایران. درسته که او را به عنوان جامدار دربار سلطنتی معرفی میکنن، ولی جامداری شاید امروز چنین سمتی وجود نداره در هیچ کدوم از دربارها، ولی در دوره قدیم فردی که خیلی نزدیک بود به سلطان مملکت، شاه مملکت، واقعا چنین سمتی رو به او میدادن و نهمیا چنین بود. و جز در کتاب مقدس یهود آیا این دوره در کتب باستانی بهش اشاره شده؟ ما کتاب‌های باستانی تر، یعنی ملت ما، ملت یهود، کتاب‌های باستانی تر از همین 24 اسفار کتب مقدسی که ما اسمش را میذاریم عهد عتیق یا اولد تستمنت وجود نداره. ولی رساله هایی بوده حتی قبل از تلمود، که البته اونا جنبه های میدرشی داره، رساله هاییست که منتسبه به حضرت ابراهیم و یا افراد دیگه، فکر میکنم اونقدر برخوردی با برنامه های ما نداره. بله، سپاسگزاریم پروفسور امنون نتسر اینجا در اورشلیم. از توضیحاتی که دادید ما گفتگومون با شما تمام نشده، باز مطالب بسیار دیگری هست که با شما میخواییم در میان بگذاریم و تا فرصت دیگه. سپاسگزارم. شب خوش. تا برنامه دیگر از این مجموعه.